تماشابینان گرامی قدر، اینک یک شام زیبا در دیارمان فرا رسید. مهمان کاشانه های شما عزیزان گشته ایستاده ایم همراه یک تن سراینده جوان، همراه سراینده که با دستان شفاکارش به بیماران دوا و با سرودهای دلاشوب خود طبع هواداران را شاد کرده است. به زمین او همیشه آرام طبیعت است و خاکساری را میپسندد. تصمیم گرفتیم که در برنامه امشب جورابک احمد جان را دعوت نماییم. جورابک احمد جان، به برنامه امشب ما خوش آمدید. مینادار هستیم که تکلیف ما را رد نکردید و به اینجا قدم رنجه نمودید. تشکر زیاد. من هم میناداری خود را به شما میرسانم که ما را قدر کردید، با برنامه تون دعوت کردید. تشکر زیاد. خب جورابک، نگفته نموند که در ادامه برنامه ما به شما نه کمتر از 40 سوال میدهیم و باوری کامل داریم که شما به همه آن سوال هایی که ما پیشنهاد میکنیم پاسخ میدهید. خب آماده هستید جورابک؟ خب پس شروع میکنیم. سر اول دانستن میخواستم که سبب یک مدت در روی صحنه نبودنتون در چی باشد؟ یکم سببش این بود که مادرم از دنیا گذشته بود، میخواستم که از صحنه یک چند مدت دور باشم. یکم سبب همین بود. دیم سببش در کارخانه، یعنی که دوای حافظی هم ندارم، طبیب هستم، در بیمارخانه بند بودم در کارهای شخصی، یعنی که با بیماران برایم از صحنه دورتر بودم. با سرود و کلیپ های نو به نو خاطر مخلصانتون را شاد کرده ایستادید و نه تنها من، اینچنین مخلصان شما نیز میخواهند به همین سوال پاسخ گیرند که چرا شما از بیوفایی و خیانت سرود میخونید؟ سببش در چیست؟ برای اینکه تستر وقتی میخواهی سرود در دل مردم جا گیرد، بسیارتر مردم درباره خیانت، درباره بیوفایی همین سرود را که تماشا میکنه، برای مو سراینده ها حرکت میکنیم، سیاتن هم خیلی سرود را پیشکشی مردم گردونیم. به نظر شما خیانت چیست؟ خیانت با فکری من با کسی باور میکنی و روز دلت میگویی با اون کس و از سادگی تو سو استفاده میبرد و سخنهایی که تو با اون نقل کرده بودی رفته با دیگر اون نقل میکنه، همین را خیانت بودن. خیانت دوستانتون را تحمل کرده اید یا نه؟ بسیاری بعد. چگونه میتوانید گوید؟ یعنی کی به شما تا این مدت خیانت کرد؟ بگذار همین سوال مخفی بماند. از دوستان بسیار خیانت دیدگی هم. در همین سن و سال جوانی هم باشد خیانت بسیار دیدگی هستم. نمیخوام که همون دوستیم که بر من خیانت کرده بود، ممکن که از من تماشا دارد، نمیخوام این قصه هم نقل. از روی اختصاص شما طبیب سرطان شناس هستید، در برابر این سراینده هم هستید. ارزوی کودکی شما طبیب شدن بود یا اینکه سراینده؟ اصلا در کودکی بسیار، اگر شما خوب میدونه که وقتی خورد هستی یک کسب رو انتخاب میکنی که همون کسب بترسه آدمو. من فکرم خیلی میکردم در کودکی، اصلا سراینده شدن در دل من نبود. مادرم که ذوق داشت، رحمتی، وقتی من سینفی شش میخواندم مرا برده در موزیکال نمیگفتن، اولا در پیش سامونی جوگیشتگی بود، همون جامونده بودن مرا برای خوندن پیانینه میخوندیم، پیانینه. ارزوی مادرم بود، میخواست که سراینده شدیم. مادرم رحمتی دکتر بودن، در دل نبود در ارزوی سراینده شدن، ولی به مرور زمان هم خیر رفت رفت که خیلی سراینده شدیم. تشکر زیاد. از یک طرف سراینده، از طرف دیگر طبیب، شما کی وقت مییابید که در محیط خانه همراه اویلتون وقت گذرونید؟ اصلا فرصتی کم دارم که با همسرم گذرونم. برای چی؟ برای اون که ساعت های پنج نیم خسته در بیمارخانه خود را حضیر میکنم، جراحی ها میدارم، بگویا دیر از کار میبرم، ساعت های قریب شش هفتی بگو از کار برامده خانه میرم. اگر چی روزهای شنبه بزرگ نباشد که در مرکه نباشیم، فرصت ما کمتر میشه که با همراهی اویلا و فرزندان گذارونم. باری هم شده است که از یگان نفر سخت رنجیده باشید؟ فکر میکنم من آدمی نیست که یگان کس نرنجیده باشد. بله، این سخنهای شما درست است. ما میتوانیم فهمیم که جورابک احمد جان اینقدر سراینده مشهور از کی رنجیده باشد؟ البته که رنجیده هستم از یک نفر. فکر میکنم که گپی من صاحب شمی بود. کدام سال قدم های اولینتون رو روی صحنه گذاشتید؟ اگر خطا نکنم سال 2012 بود قدم های نخستین روی صحنه گذاشته بودیم. صحنه پروفیسیونالی سال 2012 بودم، چون که پیش همه وقتی دانشجو بودیم با همراه زیادی نورزود و توی معرکه ها میرفتیم، همجا زاغ میکردم، ارزو میکردم که روز میشده باشد مرا رنگ یکی زیادین در برون یک کسی شمته بگم فلان حافظه.
خیلی شکرانه خدا اگرم مخلصه خود را دارم قدر میکنن ما شکر خدا. یعنی شما تو این دم خود رو شاگرد ضیاءالدین نورزاد میسابید؟ خطا نمیکنیم اگرم خیلی میکنیم. تشکر زیاد. بهترین، با اندیشه شما کی سراینده اصیل هست و از صنعت آوازخوانی کدام سراینده لذت میبرید؟ سراینده اصیل من همون رو میسابم که تمام نازکی های صنعت رو میاموزد و از نازکی های همین صنعت بخبر است. بیشتر کدام سراینده رو سراینده اصیل میشمورید؟ با فکر شما کدام سراینده؟ قریب که همه سراینده رو سراینده اصیل میسابم، از اون جمله استاد خدمت ضیاءالدین نورزاد. میتوانید پرچه از سرود ضیاءالدین نورزاد رو عین زمان پیشنهاد بینندگان کنید، یعنی زمزمه کنید. با تو عادت کدمه همی بودت کدمه، با تو عادت کدمه همی بودت کدمه، با همه جبر و جفایت یار صبر و طاقت کدمه، با همه جبر و جفایت یار صبر و طاقت کدمه، با تو عادت کدمه. تشکر زیاد جورابک احمد جان، ما کافکوبی میزنیم با افتخاری جورابک. تشکر زیاد. یکی از مخلصان شما از ناحیه فردوسی با نام فرنگیز با چنین سوال مراجعه کرده است: سری موفقیت شما در چی است در کسب سرایندگیتان؟ باوری با مخلصان. تشکر. برنامه شباهنگ ادامه دارد دوستان عزیز. جورابک، حالا ما به شما یک سوال میدهیم برای جالبیت برنامه امشب. سوال نه اونقدر مشکل است، من باوری کامل دارم که شما از عهده این سوال نیست به خوبی میبرایید. تماشابینان عزیز، خوب میبینیم که جورابک تو چی اندازه سراینده های تاجیکستان رو میشناسد. خب حالا یک سوال است، چور مصرع شعر. من این چور مصرع شعر رو میخونم، بعدن باز شما به آهنگ میدارید و میگوید که این از اونی کی است، یعنی شعر از اونی کی است و آهنگ کی است و سرایندهش کی است. آماده هستید؟ خب شروع میکنیم. در دلی شبها دلم گم میزند، من تو را میخواهم و نازی تو را، در میان چهار دیوار خیال بشنوم از دور آوازی تو را. مرحمت جورابک، به شما ما یک ورقچه آماده نمودیم. بله، یک دقیقه وقت دارید. در مدت یک دقیقه شما میتوانید که جواب دهید. بینندگان عزیز با دقت باشید، چون که این به نهایت سوال جالب است تا چی اندازه فکرانی جورابک رو ما میسنجیم. آماده هستید؟ آماده هستم. نمیدونم سرودی که شما میتوانید با آهنگ دارید. در دلی شبها دلم گمه زند، من تو رو میخواهم و نازی تو رو، در میانی چار دوار خیال بشنوم از دور آوازی تو رو. خب تشکر زیاد جورابک احمد جان. پس بگوید که این سرودی کیست؟ نمیدونم راستیگم. نمیدونید؟ من باوری کامل دارم که الان همون سراینده ای که ما با شما رو تماشا کرده ایستاده نمیدونم چی تأثیرات دارد. تشکر زیاد. خب میپردازیم با سوالی بینندگان. شهریار قهارف از شهر دوشنبه با چنین سوال مراجعه کرده است: نسبت اون سراینده هایی که با جاده صنعت نو قدم میگذارند، یعنی چی نظر دارید؟ نسبت اون سراینده هایی که نو با جاده صنعت قدم میگذارند، از او خواهش میکنیم که نازکی های صنعت را از استادان یاد گیرند. یک استادی ما همی ضیاءالدین نورزاد بودند، ما تمام نازکی های صنعت را یاد نگرفتیم. از امنو احترامانه خواهش میکنیم که نازکی های صنعت را یاد گیرند، با استادان همکاری کنند، با شاعران زبردست همکاری کنند، بعد پیشروی میشود در جاده صنعت او کسای جوانایی که نخستین قدم خود را در شعرهای صنعت میگذارن. یعنی بیشتر از استادان آموزن همینطور. تشکر زیاد. یک نفر با چنین سوال مراجعه کرده است، ما نامشون رو نمیگیریم، پس با دقت باشید. اگر وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان قانون را به تصویب رساند که در آن چنین آمده باشد، باید سرایندگان سن و سالشان از 18 تا 30 ساله از سنجش استادان ورزیده این ساحه گذرند و بعدن همچون آوازخوان پروفسیونالی شناخته و معرفی گردند، آیا شما از خود باوری دارید که از سنجش و آزمون به آسانی گذشته می توانید؟ 100%.
باوری کنید. اگر چیزی را که من از پای شوم انشالله که اودش میبرم. چقدر جرایه های کلون حجمی که من میگذارم اون روزیکیوش خونده از چقدر کتاب ها و منگرافیه ها خونده یاد گرفتم. یک ازمونه نخو اودش برم ادنتون. تشکر زیاد. بهترین بهترین ما باوری کامل داریم که شما از اوده این نیز میبروید. امان و دلنوزه از نوحیه دنغره خواهش کرده است که چور مصره سروده که با نام غم دنیا و به تو باد من خورسند و تو غمدار رو زمزمه میکردید. مرحمت. نکردی تو نظره بر عشق پاکی منه با من آمد خبره تو غمداری و منه نکردی تو نظره بر عشق پاکی منه با من آمد خبره تو غم داری و منه غم دنیا با تو بود ما خورسند و تو غم دار غم دنیا با تو بود ما خورسند و تو غم دار. تشکر زیاد. بهترین. تو این جانب چند سرود خود رو پیشکش مخلصان کرده اید؟ از سال 2012 تا این جانب پیشکش مخلصان 86 سرود پیشنهاد کردگیم که نه همشون کلیپ شدگیم. بسیارشون با طرز MP3 پیشکش مخلصان گردیده شدن. حرکت کردستیم که همون سرودهاییم که کلیپشون نکرده بودیم. اینشالله که هفته به هفته وعده دادگیستیم کلیپ های نام و پیشکش مخلصان کردستیم. از همه خاطرمان‌ترین روز برای شما کدام روز است که هنگام به یاد آوردنش لبخند میزنید؟ از همه روزی بدترین من بهترین من یک روز است 8 مارس. برای چی؟ برای اینکه در دانشجوی شما خود میدونه که یافتن مبلغ کمی دشواری میکشه از حساب مبلغ. یک رفیق داشتیم سفرعلی مدر شدیدگی نبود مرا گفت که 8 مرد اوچاد چی توفه میکنی؟ گفتم که خیلی دانشجویم پول یافته نمیتونه نمیدونم چی توفه کنم. اون سفرالی گفت اگر مدر من قید حیات میبود ما رفته چشمش نگاه میکردم با آغوش میگرفتم میگفتم اوچاد جان من دوست میدارم همین توفه بهترین میشی. خم خیلیم کردم اومد اون روزی 8 مرد چشم اوچام نگاه کردم با آغوش گرفتم گفتم اوچاد جان من شما را دوست میدارم. چشم اوچام اش جوری شد. بعدان بعدی ختم دانشجویی که من اومده در بیمارخانه کار کردم مبلغ یافتنه کم شدم یعنی که مبلغ هم دسترس کردم میتونستم و مادرم هم 4-8 مرتی که بعدی کار کردن من مادرم قید حیات بودن توفای قیمت باها کردم همون توفایی که چشمش نگاه کردم در آغوش گرفته گفته بودم که چه جا من دوست میدارم با همون توفایی توفای برابر شده نتونستم بودن برای همین روزی بهترین هم 8 مرد است. روزی بدترین هم 8 مرد است. برای چی که 4-8 مرد است که ما مدر ما توفه کدم نتونستیسم چشمش هم نگاه کده گفته هم نتونستیسم که اوچه جان ما شما را دوست میدارم. تشکر زیاد جرابک. وقتی نفری رو تبابت میکند و او شفا میابد خورسند میشود و سرود نوی اموده میکند و نفرانی به شمار اون رو گوش کرده لذت میبرند در کدام حالت خودی شما از کارتون قناعتمند میشوید؟ اولا از شفا بخشیدن همون بیمار من خرسند میشم چون که اول همه طبیبی هر یک شخص خودی ما خودمون هستیم بعدا دستی خدای تعالی سیم ما طبیبا سبب هستیم برای شفا بخشیدن همون کس اگر یکون شخص هم از دستی ما شفا یافتگی باشد ما خرسند میشیم چخه نه اولا از شفا دادن همون شخص ما خرسند میشم بعدا از پیشنهاد کردن سرود خرسند شدن مخلصم. تا این مدت چند بیماران رو شفا بخشیدید؟ به حسابم. تشکر زیاد. اگر روزی به شما گویند که از دو کسب یکی رو انتخاب کنید یا دکتری یا اینکه سرایندگی کدامش رو انتخاب میکردید؟ به نهایت فکر میکنم سوالی مشکل است همین طور نه؟ اگه خدا نکند که هم خیر روز شود و مرا سوال بتیم که یا سرایندگی را انتخاب کنی یا طبیبی را خدا اولش نشود هم خیر روز نه که اگر هم خیر روز هم شید من فکر میکنم که
طبیبی من انتخاب میکنم. سبب در چیست که شما اینقدر یعنی از خوردی وقتی که میگوید که باری اول سال 2012 قدم های نخستین رو بروی صحنه گذاشتم، باز در این حالت چی طور میتوانید که یک و یک باره از صحنه رو گردانید و به طبیبی رو بیارید؟ اولا گفتم که خدا کند که این خیروز نشود، یکی اگر هم شید این مجبوریه که بله. مجبور شدیسه مجبوری کشید طبیبی من انتخاب میکنم، چون که اگر من مدت نبدم روی صحنه یکون کس نه جبرم رسید نه خوبیم رسید. وقتی که من از ساحه تندرستی یعنی که از طبیبی دور میشم فکر میکنم که گفتم که اول همش دست خدای تولو، بعدا ممکن که ما همو آدم شفا بخشی نمیتونیم سبب شوم و شخص تا مردن از من میندار میشه. بگذار ده ساله ها سرودی من ایجاد نشود، نه که فکر میکنیم اون شخص صد ساله ها از من میندار میشه. بله تشکر زیاد. آخرون مراتبه که روی صحنه بودید در خاطر دارید؟ آخرون روزهایی که روی صحنه بودو 31 دکبر یعنی که در شهر بختر کنسرت خود رو با یک جایگی استاد خود زیادی نورزاد گذاشته بودیم، آخران روز آخران صحنه ده بودن و همون روزها بودن. یعنی در همون جا یک زن اومده به شما مینداری خیش رو بیان کرد، اون زن به شما یکان خیش تبارتان می شود یا اینکه نفری بود که شما به او به درد او شفا بخشیدید؟ اولا شما خود نغز می دانید که صنعت خود شو بیزنس است، برای جلب کردن مخلص، برای جلب کردن تماشابین، برای کنسرت یا کنسرت میکنی یا کلیپ میکنی، در درون همون کنسرت یک چیز ساخته کنی که دقت مردم را جلب کنه. مردم هم اول یا مردم یا رفیقا کسی باشن اون مادر اگر بشناسن میتونن با اون کس هم صحبت شون. ما اون آدم کنسرت ما باور نداشتیم که اون آدم و زن خود حاجی هستن، حاجی خاله میگه ما کسا بله. و خود کنسرت ها نمی رود، کنسرت یکون سراینده تماشا نمی رود، راستی گفت. او زن ما جراحی کدگی هست، آن زن ما جراحی کدگی هست. او زن اولا او را گفته بودن که سرطان هستی، ترسیده بود اون زن، از دنیا ناامید بود. باز تکرارم و تکرارم هم شود میگم که اولا همش دست خدای تعالی، ما سبب شدیم که همون زن شفا یافت. یعنی زمان 4 سال شد که بعد از جراحی ما خوشحال زندگی دارد. اون زن همون به دعوت ما در کنسرت ما اومدن و خیشتی رو کردن. تشکر زیاد. وقتی که من همین صحنه رو تماشا کردم و اون زن شما رو تبریک کردند و گفتند که من پسر خود میشمارم، من گمان کردم که شما پسر خوندش هستید و از خردی شما رو تربیت کرده بودند. راستی این گونه فکرها در سرم بود، ولی حالا که شاهد اون گشته ایستادم که اون زن تنها یعنی نفری بود که شما با بیماری او شفا یافتید. همین طور بینندگان عزیز نگفتن اماند که هنگامی تماشا کردن این صحنه عشق از چشمانم جاری شد، این جای پنهانی نیست و من این رو رو در رو استاده همراه جورابک میگویم که بهترین بود، بهترین کنسرت بود. در زندگی از چی میترسید؟ در زندگی از چی میترسم؟ از دست دادن نزدیکان خود. یعنی که چقدر سخت بود اون روزی که من مادر خود از دست دادم. میترسم که نزدیکان خود از دست ندیم. تشکر زیاد جورابک. سرود نیلوفری من با کی بخشیده شده است؟ با یکون کس بخشیده نشده است، این تنها خواهش مخلصان است. وقتی که تمامی سراینده ها این کار را میکنن، آدم پیدا میشهد که یعنی که من سرود شما را ارنجیروف کشم میگم یا که تنظیم میگیم، تنظیم شما میکنم، یعنی که سخنان شما من نویسم یا که شعر هم که نویست، صرف مبلغی که همون سرود که شما برای من میخونه صرف مبلغش هم من میکنم. این خیلی پیشنهادم میشود از طرف مخلصان، یکون سراینده فکر میکنم رد نمیکنم، میخونه برای کسی باشد. چرا ماس نیلوفری من نیلوفر؟ چون که همون شخصی که برای همین سرود مبلغ صرف کرده این نیلوفر نام داشت، برای همین نیلوفری من خونده. یعنی از شما درخواست کرد که تا اون که شما نیلوفری من گفته سرود بسرایید؟ بله.
تشکری زیاد. هست یکون روزی نهفته ای که تا حال بیننده ما از آن واقف نگشته باشد؟ روزی نگفته دارم که اگر خطا نکنم یکون برده یکون جا هم گفته اگه نیستم. امین است که وقتی خورد بودم وقتا پولای سیوزی کلام کلام بودن. ای مادرم هم از جایبی مادرم هم یک یاد ندارم چند سومه هم چند سومه بودم اون پول هم را دزیده با بچه ها خیلی شیرینی ها خریده بودیم خورده بودیم بعدا استاد همو یادم می آمد می گفتم که روزش می شد من با مادرم می گم که اوچرجان من همو وقت همین خطوگی را کده بودم از جایبی شما مبلغ دزیده بودم خیلی سپید نکردیم نگفتیم اوچه فکر میکنم که بخشیدگی هم بله تشکر زیاد بهترین بود من فکر میکنم که هر یک کودک از آمونی کودکی این گونه کارها رو میکند اینجای پوشیدهش نیست رو هفته دانه شوید خب با کدام شاعران همکاری دارید؟ با یک چند استادان همکاری دارم با رستم خامرش همکاری دارم با اکای سویدین با استاد خیرندهش همکاری دارم و او کزو و اینچونه با آهنگسازان جوان همکاری دارم ظفر رحیم اکای رستم میگن رستم مینرد با اون کس همکاری دارم که آهنگای ما رو تنظیم میکند آرنجیروفکا میکند در اینجا کارگردان اشاره کرده استادن که وقتی با برنامه جداگرده به اتمام میرسد و تمنیات شما با بینندگان تلویزیون خطلان که عینی حال ما و شما را تماشا کرده ایستند. تمنیات من با بینندگان تلویزیون خطلان این است که همچون طبیب با آنها پیش از همه سلامتی خانم هیچ وقت بیمار نشوند و این وبای عصری که کووید 19 از در یکون خانواده ما دیدن نشود سربلند باشد خانواده باشد. تشکر زیاد. اولین سروده که سرایدید شعری کی بود، آهنگی کی بود؟ و در تهیه این سرود کی به شما کمک کرده بود؟ اولین سروده که سرایدگیم، اگر خطا نکنم نازمکن دلبرم نام دارد، با پیشنیاد برادرم ظفر رحیم پیشنیاد کردگی همین سروده، تنظیمش هم خودی همون کس کردگی هست، خلاص دیگه پیشنیاد همون کس هست، ظفر رحیم زود. می توانید سرایدید؟ نازم کن دل برام جیل و نمایه جیگر ما سوزان کدی آه تو بلایه نازم کن دل برام جیل و نمایه جیگر ما سوزان کردی آه تو بلایه خود بزن از آن کوهی بالا با پایان خود بزن از آن کوهی بالا با پایان از من جدا نمیشه یار کی جانه از من جدا نمیشه یار کی جانه جلوه نمایه ای جلوه نمایه جلوه نمایه ای جلوه نمایه از من جدا نمیشه یار کی جانه جلوه نمایه ای جلوه نمایه از من جدا نمیشه یارکی جانه تشکر زیاد تماشابینان عزیز یادآور میشویم که همراه ما امشب بودند جورابک احمد جان یکی از سراینده جوان و خوش آواز و نگفته نماند که رقم های دائمی ما روی اکران های شما اگر یکان سوال و درخواست دارید میتوانید با ما در تماس گیرید و در آخر یک سرود زنده جورابک احمد جان را با هم میشنویم و بعدا با شما خداحافظی میکنیم مرحمت شبی تنهای نشستم زی فراقی آشنایه چی شود که نازنینم در قلبی من کشایی چی شود که نازنینم در قلبی من کشایی تو بیا باز بیار یارکی رنجیده من تو بیا باز بیا یارا کی رنجیده من تو دیگر بار مرا از دل و از دیده من تو دیگر بار مرا از دل و از دیده من از دل و از دیده من